عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی، همچنین عرض سلام دارم خدمت شما آقای بنی صدر. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی هر جای جهان که هستند. موضوع این هفته صحبت ما با آقای بنی صدر مسئله مبرم روز است در مورد خروج آمریکا از برجام، منتها در تلویزیون سپیده ما بیشتر سعی میکنیم از نقطه نظر بحث اندیشه است، بحث این که مکانیزم ها چگونه کار میکنه. شما هم در رادیو عصر جدید هم در موضع سیاسی روز رو بیان کردید و گفتید هفته قبل، ولی و در مصاحبه سخنرانی که داشتید در دانشگاه هامبورگ، آنجا هم یک بیننده محترمی که حاضر بود در جلسه سوالی کرد که آقای بنی صدر، شما گفتید که این قرارداد وین که حالا تو ایران بهش میگن برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک برجام، این قرارداد ترکمنچای، شما در جواب گفتید نه من اینو نگفتم، اونا خودشون گفتن ترکمن، من گفتم بدتر از ترکمنچای، نتیجهش هم همین و همین عملی که الان آمریکا رو کرد. اون زمان ما در تحلیلی که کردیم پیش بینی کردیم. حالا سوال در مورد مسئله خروج آمریکا از برجام نیست مستقیم از شما از نقطه نظر سیاسی، بلکه مایل هستم شما بفرمایید این مکانیزمی رو که چون در مثلا توضیح بدید که چرا این قرارداد وین رو با اون 105 تعهدی که به اصطلاح دولت ایران سپرده به این 5+1 به ضرر حقوق ملی است و تفاوت نوع نگاه شما اون دو مکانیزم با اونهایی از به اصطلاح دولت سایه، حالا اسمش بذاری بیا دست راستی های در ایران که با دولت روحانی مخالفت می‌ورزن از سر اینکه این برجام ترکمنچای هست، این تفاوت ماهوی تحلیل شما و نگاه شما به مکانیزم عمل در ضعف در توازن قوا با اون تحلیل چیست؟ این روشن بشه بسیار فکر کنم. از همینجا شروع میکنم. شباهت های ظاهری غالبا موجب فریب میشود، زبان فریب از کلمات استفاده میکنه و کلمات معانی دل بخواهی خود رو به اون میده. شما در همین میگوین اول کسی که در قلمرو فلسفه و علم این کار کرد افلاطون بود، این پوپر فیلسوف اتریشی که کتاب نوشته جامعه باز و دشمنانش، میگوید که افلاطون این کار کرد، مثلا کلمه عدالت رو چون همه مطلوب همه انسان ها بود گرفت معناش به نابرابری تعریف کرد. یا آزادی هم اکنون در جهان امروز به مالکیت خصوصی تعریف می شود در نئولیبرالیسم، در لیبرالیسم هم همینطوره. حالا در نئولیبرالیسم از خود بیگانه لیبرالیسم هست، این تشدیدم شده. و یا استقلال در مواردی انزوا طلبی معنا می شود، بنابراین اینکه اون طرف چه سوء استفاده می خواهد بکنه از این کلمه. در یک مواردی سلطه‌گری معنا می دهد، مثلا مزاحمت با سلطه‌گری نداره، در یه موارد هم با زیر سلطه بودن سازگاری میکنه. این تقلب هاییست که در معنا میشود، از جمله راجع به همین که این ایران زیر بار تعهدها رفته و استقلال ایران نقض شده، بنابراین آزادی هم نقض شده. خب اون گرایش از رژیم که در واقع مسئول اول و اصلی است، برای اینکه آقای خامنه ای مسئول سیاست خارجی است بنابر این قانون اساسی تقلبی، اونش که تصویب کرده. به اون هم هست که مذاکرات رو شروع کرد، بعد مذاکرات محرمانه رو با حکومت اوباما
در مسقط شروع کرد، بعدم نرمش قهرمانانه در کار آورد، بعد هم در اون گفتگو چه میگم مناظره نامزدها در اونجا توجه بکنید. به همون وقت ما گفتیم که این آقای روحانی با این مناظره معلوم این آقای روحانی میشود و اونم شد، به لحاظی که دو نفر اینا موضع اینو داشتن به تعامل با امریکا و غرب، یکی این ایشون بود، یکی آقای ولایتی بود، بقیه نداشتن، پس باید یکی از این دوتا انتخاب میشد. با توجه به اینکه آقای ولایتی چه موضع هایی داشت و وزیر خارجه و بود و آقای روحانی بیشتر معرف این تمایل سازشکار با ایالات متحده سابقه داشت، خب دیگه اکتبر سورپرایز، ایران گیت هم اینها، خب این روشن بود که ایشون خواهد شد. البته خودش هم در قبل از به اصطلاح انتخابات دور اولش در اردیبهشت ماه هم موضع گرفت که اگر ما انتخاب بشیم با کت خدا، اونجا اون جمله رو میگه اونجا در اردیبهشت ماه یه ما قبل از انتخاباتش این علامت رو میده که ما وارد مذاکره میشیم. بله، پس این مسئول اول آقای خامنه ایست، چون اوست که این اجازه داد این آقا بشود رئیس جمهور، اوست که چیه سازش قهرمانانه، نرمش قهرمانانه رو پیش کشید، اوست که این قرارداد وین رو امضا کرد. و در مرتب ظریف هم میگفت در چند و چون تمام مذاکرات جز به جز به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. خب حالا این آمده میگه شما این تعهدات رو پذیرفتید، ما تعهدات رو مطالعه کردیم، قرارداد رو این تعهدات رو در آوردیم، حالا اون جناح هم دستمایه کردین رو که شاهای روحانی شما این تعهدات رو پذیرفتید. این تعهدات رو آقای خامنه ای پذیرفته، نه اینکه آقای روحانی مسئول نیست، اما مسئول اول آقای خامنه است. خب حالا میگه شما به حالا اونا میگن که این تعهدات چرا پذیرفتی؟ شما هم کمی نمیگید، پس یک مشابهتی هست. اول بگویم به این که جرمی نیست که اگر حتی یک زورگویی هم حق رو بپذیره، یک. دو، اما کلمت و حق یراد به حل باطل، اگر حق رو بپذیره برای یک باطلی فرق میکنه با این که حق رو بپذیره برای اینکه مردم ایران حق دارند. تفاوت هم از همینجاست. اونها که از بحران اتمی سود بردن، مافیاهای نظامی مالی در دوره آقای احمدی نژاد، و یک خرد و برد عظیم بی سابقه در تاریخ ایران کردن، اینا به بحران احتیاج دارن، برای اینکه بحران بهشون امکان میدهد رانت به حد اکثر برسونن، جیباشون رو پر کنن. این واضحه. پس مخالفت اونها از این نظر است، هم در تشکیل بحران هسته‌ای دست داشتن، هم در خورد و برد از راه بحران، چنان که در جنگ 8 ساله هم از همون جنگ برای پر کردن جیب‌ها استفاده کردن. اون وقت گفتن 100 میلیارد دلار گم شد در جنگ 8 ساله، بعد تو مجلس همین رژیم محاسبه کردن، معلوم شد 105 میلیارد گم شد. حالا این گم شد یعنی چی؟ خورد و برد شد دیگه. حالا این رقم پذیرفته شده است، اما همه رقم نیست. خب در این مورد هم، در مورد آقای احمدی نژاد هم گفتن که 100 میلیارد گم شد. خب این خورد و برد عظیم از حاصل این بحرانه، خاص ایران هم نیست، در هر جای جهان که بحران روی میدهد اون طبقه حاکم از او استفاده میکنه برای بیشتر کردن رانت خویش. واقعی مستمر در تاریخ بشری است. خب ما دقیقا از موضع مخالف هستیم، میگوییم که باید بر طبق استقلال و آزادی این مسئله با مردم ایران حل میشد تا هیچ رانتی پدید نیاید، هیچ فسادی پدید نیاید، ایران در استقلال و آزادی بتونه رشد کند. بنابراین
هدف اون که اونها میگویند خرد و برده، هدف اون چه که ما میگوییم رشد مردم ایران در استقلال و آزادی است و اینکه امران طبیعت ایران به جایی که بیابان بشود آبادان میگردد. پس این تفاوت روشنه. ظاهر موضع نباید مردم رو دچار مثلا این بکنه که این ذهنیت بکنه که خب این اینم اونم اینو میگه اینم اینو میگه، خب این چون مخالفن میگوین، نه چون مخالفن میگوین، اونها میگوین از کاری که ما کردیم که در آوردیم این تعهدات رو و اعلان کردیم، اونها استفاده کردن برای اینکه این به اصطلاح ببرن این قرارداد به نقطه شکست و دوباره بحران، دوباره خورد و برد. مثلا قبل از که این مکانیزم رو خوب توضیح بدید، اینجا برای که مشخص بشه، آقای دولت آقای روحانی تقصیرش این است که اولا حقیقت رو به مردم نگفته، یعنی تمام مثل یک بسته کادو شده تزئینی که مردم فقط این حسن دارد و تحریم رو بر می دارد و قراردادها بسته میشه، سرمایه گذاری خارجی به ایران روان میشد و اوضاعش و هواپیما با این که الان قراردادش به هم خورد توتال میاد، این فقط بخش به اصطلاح این تبلیغ و هیاهو در مورد اینکه اثرات مثبت این قرارداد وین و هیچ کلمه از تعهداتی که ایران رو این 105 تعهد شمرده نشده. در نشریه انقلاب اسلامی، سایت انقلاب اسلامی، مرتب و همچنین آقای مصطفوی در زمینه 105 تعهدی که ایران بدونی که یک تعهد از طرف مقابل بگیره رو انتشار دادن و هشدار دادن به مردم که مردم مواظب باشید که این دولت آقای روحانی با دستور آقای خامنه‌ای و توافق آقای خامنه‌ای چه تعهداتی برای این نسل و نسل‌های آینده داره می‌سپرد. حالا اون جناح راست از این انتشار این 105 تعهد، تازه برخیش نه همشه، مثلا فقط با بتون پر کردن عراق اون رو بیشتر عمده میکنه، شما میخواد فشار بیار به دولت روحانی که دیدید اینا تعهداشون رو زیرش میزنن، ولی این زدن زیر تعهد چون در موضع توازن قوا بود مرتب شما این رو هشدار دادید در مصاحبه ها. بله عرض کنم به شما، اون که آقای روحانی دروغ گفته و همشون دروغ گفتن، آقای خامنه‌ای دروغ گفته، آقای روحانی دروغ گفته، مجلس ملتاریا دروغ گفته، شورای نگهبان دروغ گفته، همه دروغ گفتن. اونها یک، دو اینکه وقتی شما یک قرارداد امضا میکنید میاد به اون مردم میگه که من قرارداد امضا نکردم، یک قراری گذاشتیم برای همکاری. خب اگر اینه، آقای روحانی چطور اخیراً شما وقتی ترامپ رفت بیرون میگی ایشون از یک توافق بین المللی بیرون رفته؟ شکر می گفتید نبوده هم چیزی، دروغ به این گندگی گفته. اصلا یک رژیمی که مدعی است که اسلامی است، که اول ضد اسلام است، اینا از آقای رهبر تا رئیس جمهور تا مجلس شورای نگهبان به مردم ایران دروغ گفتن. 105 تعهد پذیرفته، از طرف مقابل یه تعهد هم نگرفته. حالا میگوید آقای که میگفت اگر اونا پاره کنن ما آتش میزنیم، این آقای خامنه ای حالا قانع شده آتش که نزد هیچی، میگوید شما برو از طرف مقابل تضمین بگیر، از اروپا تضمین بگیر. حرف خنده داره، چه تضمینی بگیره؟ حالا اروپا چه تضمینی حاضره به ایران بده؟ یعنی چه مثلا تضمین بگیر؟ اونا تضمین گرفتن، تعهد گرفتن، شما ایران تحت به اصطلاح مهار آژانس بین المللی انرژی اتمی است و اون کارهایی که طبق قرارداد گفتن انجام داده. این وقت چه تعهد داره که یه تعهد داشته اون تحریم ها رو، حالا اگر بگیم تعهد، تحریم ها رو برداره که طرف امریکاییش گفته اون تحریم هایی که ایالات وضع کردن رو سعی میکنیم برداریم.
و به جایی که یک جا امضا کنه که این تحریم ها برداشته، نه، هر سه ماه یه دفعه آقای رئیس جمهور باید تصدیق کنه که ایران قرارداد عمل کرده، بنابراین این به حال تعلیق میماند، تحریم ها به حال تعلیق میماند این قرارداد. حالا شما از این طرف چی تضمینی میخوای؟ جالبه، یه تحلیل میخوندم برای بینندگان محترم عرض بگم، به نفع به اصطلاح رژیم میخواست تحلیل کنه، میگفت آمریکا با خروجش از برجام خودش رو محروم کرده از فشار که از طریق سازمان ملل از نو تحریم ها رو اعمال کنه، یعنی فشار به ایران رو به عنوان محرومیتی که آمریکا با خروجش از برجام دچار شده به عنوان حسن، یعنی با ای کاش میموندی تا میتوانستی از طریق سازمان ملل تحریم ها رو امکان داشته از نو تحریم های سازمان ملل رو اعمال کنی. خب به اینجا میفتن دیگه. حالا این که یه جو میگم که عقل قدرتمدار با تخریب شروع میکنه و نمیدونه که خود چه تخریب میکنه. اولا که اون لطف فرموده شما دلسوز امریکا نباشید که این گویا این خود رو نمیدونسته که این خود چه داره از این چه محرومیتی واقعا به خود چه محروم میکنه. ثانی به این که خب فرض کنیم که این نمی آمد بیرون، یعنی شما محکوم بودی به اون رو عمل کنی و اون تحریم ها رو وضع نکنه. خب چرا دروغ میگی؟ بنابراین شما اون چون تحریم ها رو وضع کرده سوختی، حالا داری برای که توجیه کنی بپوشونی این تلخی این سوزش شدید رو بپوشونی، عجب خود چه محروم کرده از این خیلی مهمی بوده ها، خودش محروم کرده که نمیتونه عارض بشه به شورای امنیت. من شما قصد داشته که عمل نکنی به تعهد که اون نتونه به اونجا مراجعه کنه. اگر مربوط به اون دسته گرایش راست باشه که خوشحال از این تحریم ها، چون تحریم ها فشارش بر مردمه، به مردم و فرصت رانتخاری میده به اونا. خب این از لحاظ این که تفاوت معلوم باشه به مردم ایران و که این یک ملتی با فرهنگ که مردم ایران هستن میباید که به هر کلمه شنیدن بگن این معناش چیه؟ از این مراد شما چیست؟ استقلال شنیدی؟ بپرسین یعنی چی؟ چی منظور شماست از استقلال؟ آزادی شنیدی؟ بپرسین این چه تعریف شماست؟ تعریف شما از این کلمه چیست؟ ربط این دوتا با هم چیست؟ اینا رو قشنگ که اگر بپرسی بخش مهمی از زبان فریب مثلا غیر قابل کار بردن می شود و شما راحت تر زندگی می کنی، کلاه کمتر سر شما می گذارن. خب اون وقت ببین چه کلاه بزرگی سر شما گذاشتن. آقا راحت شدیم و تحریم ها برداشته شد و حالا این آقای روحانی تو همین انتخابات اخیر گفت در صورت که ایشون انتخاب بشود تحریم های دیگر را هم برخواهد داشت. گفت نایافته دم دو گوش کم کرد، اونا که بر نداشت آقای ترامپ آمد اون قبلی ها هم برگردون. این مربوط به این قسمت. اما بریم سر این که خود این قرارداد از ابتدا ما چرا میگفتیم بدتر از ترکمنچاره؟ البته خب در همون زمان که اینها قرارداد رو در وین امضا میکردن 24 ساعت قبلش در وضعیت سنجی تمام این مشخصات این قرارداد آمده که اون آقای فلاحتی که در اون صدای امریکا گویندگی میکند از من میپرسید شما کسی رو اونجا داشتید که به این دقت این قرارداد رو بررسی کردید و قبلا انتشار دادید؟ نه کسی رو. اون وقت هم گفتم نه ما کسی رو اونجا نداشتیم. اما واضحه وقتی دو طرف با هم میشینن به قرارداد، یه طرف ضعیف یه طرف قوی، معلومه که اون قوی چه چیزایی رو تحمیل میکنه و این ضعیف بیچاره چه چیزایی باید بپذیره. خب ما گفتیم که این قرارداد بدتر از ترکمنچای است. حالا که امروز معلوم شد اقوام هست، چرا اون وقت گفتیم؟ آیا ما این وضعیت رو دیدیم؟ بله دیدیم. گفتیم وقتی شما
105 تعهد قبول کردی. بنابراین قبول کردی که در موضع ضعفی، قبول کردی که این استقلال نداری، قبول کردی که قدرت خارجی بر بخشی از فعالیت‌های که اسمش از فعالیت‌های اتمی نظارت مستقیم داشته باشه، قبول کردی که این قدرت خارجی بر خریدهای شما نظارت داشته باشه، قبول کردی که این برای مدتی در مواردی برای 10 سال تا 15 سال، در یه مورد 25 سال، در اون چه مربوط می شود به خلاف دروغی که این آقای ترامپ گفته، تولید بمب اتمی تا همیشه تحت کنترل باشه. حالا هم که میخواد به همه رو بکنه همیشه، میگه ما میخواد غنی سازی اینا رو میکنه همیشه. خب پس وقتی شما اینا رو قبول کردی، طرف مقابل هم مدعی است هم قاضی. حالا قبل از اینه که شما خیلی توضیح دادید، قبل از این خود این مفاد قرار داد، این موقعیت شما از قبلش هم گفتید رژیمی که بحران هسته ای رو درست میکنه، جایی رو میرسونه که دیگه گلوگاهش رو مجبوره به مذاکره است که، و اقتصاد ایران رو هم در دوره احمدی نژاد مثل این که مأموریت داشتن این بودجه رو بکنن کاری که آنچنان ضعیف بشه ایران، که اقتصاد ایران که تحریم بتونه اثرگذار بشه، میارید ایران رو در عین جریان جنگ میاره تا که زام زهر رو سر بکشه، عین گرو بله تمام بحران ها به اون ضعف میکشنید، در مذاکره به اصطلاح این قرارداد وین از موضع ضعف نشستید به پای میز مذاکره، تن میدید و اونا میدونن وضعیت اقتصاد شما و نیازهای شما رو. بله خب میدونن، شما زمینه تسلیم خود تو فراهم کردید. خب حالا اونا میدونه که شما ضعیفید و تسلیمید و تحمیل میکنه، پس یه مهاری رو شما به یه قدرت های خارجی میسپارید. نقض استقلال ایران است. استقلال به معنای این که به قدرت خارجی شما بسیاد اجازه اختیار عمل در درون مرزهای کشور نباید داد. اگر بدی استقلال نقض شده. دادی. طرف مقابل هم قاضی است هم مدعی است. این بسیار مهمه. در یک قراردادی کشور نمیپذیره، یک کشوری که اقل احترام برای حقوق ملی خودش قائل باشه، برای استقلال قائل باشه، نمیپذیره که طرف قرارداد هم قاضی باشه هم مدعی. خدا دست خداست. چطور دو دو تا چهار تا است؟ آقای ایالات متحده هم قاضی است هم مدعی. سه ماه یه دفعه باید قضاوت رأی بده. قاضی که رئیس جمهور امریکاست باید رأی بده که شما به قرارداد عمل کردی یا نکردی. خب یه رئیس جمهور میاد میگه که آقا من اصلا این بدترین قرارداده، نیستم در این قرارداد، تقریبا هم برمیگردم. شما که میگفتی که اگر امریکا، این آقای روحانی گفت، اگر امریکا این کار را بکند او را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. خب بفرمایید ببینیم چگونه پشیمان فرمودید. تازه ایشون آقای اینکه در مورد کره شمالی گفته که میتوانه وضعیت لیبی پیش میاد، در واقع ایران داره تهدید میکنه، نه کره شمالی رو. به خود بیا ایرانی، داره ایران به تهدید میکند که سرنوشت لیبی دچار خواهی شد. و شما آقای خامنه ای چه جوابی داری برای این تهدید؟ اقتصاد قوی است که نیست؟ نیروی مثلا جامعه مرفه توانمندی داری از نظر اقتصادی که نداری؟ بیابان کشور نیست که هست. چی داری که با او بگی که این آقا را از کرده پشیمان کنی؟ هیچی نداری. واقعیت این که نداری دیگه. همین آقای ظریف نگفت این
ایران تحمل دو تا بمب نداره بیشتر؟ گفت دیگه که این آقایان سران پاسدار اوقاتشون تلخ شد. آقا اوقات تلخی ندارد، واقعیت انسان میپذیره. واقعیت این است که شما اون روز که این قرارداد امضا میکردی نمیباید میپذیرفتی که اینها هم قاضی باشن هم مدعی. به این جهت بود که اون زمان ما گفتیم که این به اینجا خواهد رسید. لازم هم نبود آقای ترامپ بیاد، حتی یکی مثل آقای مثلا اون خانم کلینتون میامد، هیچ دلیل نداشت که اونم یه دفعه یه حکمی صادر نکند که ایران به عمل نکرده. یا من الان لازم میبینم از قرارداد برم بیرون، یا به اندازه کافی به روسیه با جدد روسیه مدعی میشد، فرق نمیکرد. حالا مثلا اینجاست که شما وقتی که در یک قراردادی دو طرف باید مساوی باشن، مقام قضاوت کننده هم باید مقام بی طرف باشه. اگه با طرف با هم باشه نباید زیر بار بری، چه برسه که خود طرف آخه میمیشه همچیزی. شما یه دفعه آقای تصدیق کنه که شما به قرارداد عمل کردی، خب اگر خودش نکرد چی؟ میره به یک کمیسیون که اون خود اونان خود اون سران شش کشور شش پنج برابر یکن اونجا رسیدگی کنم، میگه باز فلان مورد شکایت کردیم. خب رسیدگی شد به اون موارد؟ خیر، برای که طرف هم قاضیست هم مدعی. خیلی خوب، حالا آیا راهکار دیگری نبود اون زمان؟ بود. این راهکار هر مسئله که به کشور مربوط می شود باید با مردم اون مسئله حل بشه. خب مردمی که ببینید آمده با یک کامیون، بعضی میگن با دو تا وانت نمچشی وانت بار، این مدارک اتمی رو از انبار بار کرده از کشور خارج کرده اسرائیل. این هم درجه این توانایی این آقایان. خب پس اینا اون چه که شما راجع به اتم کردی آقای خامنه ای و سپاه و بابا، اینا دست طرف مقابله، همه از همه چیز ریز تا بیاز اطلاع دارن، قبلا اون آژانس اطلاع داشت. خب شما مردم ایران که از چی این قرارداد اطلاع قرارداد نه از چی این برنامه اتمی که این رژیم محرمانه به اجرا گذاشته، میلیاردها دلار خرجش کرده و این وضعیت برای کشور شما ساخته، انصافا از چی این اطلاع دارید؟ میشه هم چیزی؟ همه دنیا از همه چی اطلاع دارن و این ملت از هیچ اطلاع ندارد. بابا با صغیر هم این کار رفتار نمی کنن تو این دنیا. چه میخوای شما ملت به خود بیای؟ خب ببرس بگو آقا این برنامه که من به روز سیاه نشوندی بابتش چیه؟ اگه میپرسیدی میگفتی من باید تصمیم بگیرم. آخه کجای دنیا دراجه به یه مسئله به این اهمیت تصمیم گرفته میشه عمل میشه، همش محرمانه و این ملت کمترین اطلاع ندارد. امروز هم راه حل همین است، راه حل امروز هم همینه. یه راه حل هست با قدرت خارجی و تسلیمه، چاره دیگه هم نیست. آقای خامنه‌ای هر چه حرف بزند حرف مفته، باید بره امتیازات دیگه هم که میخوان بسپارد. اگر نسپارد برمیگرده به وضعیت سابق، یعنی اون شدت تحریم ها و همون چی که اون شدت تحریم ها شما مردم رو راضی کرد گده ها این قرارداد، آها نه 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 راجب این قرارداد نکنی یه حرفی بزنید، این خدای نکرده نشه و این تحریم ها بمونه. عجب داستانی ها. خب بفرمایید اون قرارداد شد و این هم نتیجهش. حالا اون پولایی که در این مدت قرارداد که عمل شد آمد به همین هم ما به شما گفتیم آقا از این پول هم شما سودی نخواهید برد. اصلا معلوم نیست کجا اومد، گفتن قدم آزاد شد کجا رفت؟ اصلا که بعد گفتن اصلا پولی نبود، اول گفتن 150، بعد شد 110، بعد شد 30، بعد شد 25، بعد معلوم نشد اصلا چی بود.
میلیارد، اینا که گفتیم میلیارد دلار بود. خود نتیجه این وضعیت گرانی بیشتر، بیکاری بیشتر، فساد بیشتر. نگه همه روز اول بهت گفتیم که جونم این پول وقتی به کار میاد که بشه تبدیل بشود به سرمایه، نه خرج بشود برای اینکه قدرت خریدی ایجاد کنه، خود قیمت رو میبره بالا، فساد بیشتر میکنه، رانت بیشتر میکنه. خدا همه شما گفته شد. حالا میگوییم شما این باید یقه این رژیم رو بچسبید، بگی آقا این بحران به ما بگو چیست، اگه اینکه بیده حق داری بپرسی، و ما این را میخواهیم یا نمیخواهیم. تمام. وقتی شما ملت حل کردید مسئله‌ای که به شما مربوط هست، قدرت خارجی میشود خلع سلاح، نمیتونه اون تعهدات بیره پیکارش، نمیتونه تحریم بر ضد یک ملتی که خود صاحب کشور میداند تصمیم بگیرد. به خود بیاد و تصمیم بگیر، شاد و پیروز باشید.